سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به بازی داین لایت. خب تو این قسمت یه بازی پارکور زامبی رو داریم که میخوام چند تا آموزش براتون بذارم که چجوری سریعتر لول آپ بکنید و همون اولای بازی میشه گفت که سریعتر اون اسکیل سوروایولتون رو مکس بکنید که لول چیزیتون هم باز بشه، لول لژندتون باز بشه که بتونید اسکیل دیگه‌تون رو آپگرید کنید، مثل دمیج دادن و چیزای دیگه که هرچی اون آپگریدش بکنیم بیشتر دمیج میدیم، بیشتر جونتون زیاد میشه و غیره. خب اول از همه بهتون بگم که برای که این کار بکنید حتما برای که بیشتر ایکس پی بگیرین حتما برید داخل پلی قسمت پلی کمپین بزنین و این سیوی که خودتون دارین، حالا من روی نایتمر تمومش کردم، برای که رو نایتمر بزنید که بیشتر ایکس پی بهتون بده اف رو بزنید بیاید اینجا و سختی بازی رو بزنید روی نایتمر، این که دوست نمیشه نایتمر و اینتر بزنید. دوستان همونجور که بهتون گفتم روی درجه سختی نایتمر بازی بهتون ایکس پی بیشتری میده، چه از کشتن زامبیا چه انجام دادن مشناتون و غیره. برای این که حالا آموزش رو شروع بکنیم باید بریم به سمت چیز، به سمت خاران. الان تو اولد تاونیم، بریم به سمت خاران تو بتون توضیح بدم باید چی کار کنیم. خب دوستان توی تاور که اومدید اینجا از در بیاین بیرون، به این بیرون که رسیدید مپ بگیرین سمت بالای مپ، تقریبا میشه گفت که اینجا یه همچین جای شکلی، یه همچین شکلی روی مپ هست. البته این آیکونی که اینجا هست تو نرید سمتش باز نمیشه، پس این چیزه رو یاد بگیرین، محیط رو یاد بگیرین، اینجا رو تک کنید و برین سمتش. دوستان بعد از این آموزش یه دونه گلیچ هم بهتون یاد میدم، البته اگر حوصله نداری بازی رو بازی بکنی، دوست داری سریعتر تمومش بازی رو پاک کنی مثل خودم، اونو استفاده کنید. من اونو نمیدونستم ولی خب تقریبا میشه گفت لول لژند هم من تا 170 بردم بدون که از گلیچ استفاده کنم. بقیهش واقعا یه خورده سخت میرفت بالا، پس سعی کنید شما اون کار انجام ندید اگه دوست دارید بیشتر از بازی لذت ببرید. البته میرسید به یه فروشگاه این شکلی، برای بار اول که به اینجا یه دیالوگ بهتون میگه، زنگ میزنید به اسپایک، اون مشتیه که پیش دکتر زارا بود، و بعد این آیکون اف اینجا براتون باز میشه که میتونید وارد فروشگاه بشید. داخل فروشگاه که بشید یه کاری رو بهتون میگم باید انجام بده. چند تا پک سوروایولی هست اینجا، باید جمعش کنید. حتما من میتونم اینجا اسپان دو کنم برم اون و با چیزم با گرپلم، ولی همچی کار نمی کنم، خواهد بهتون یاد بدم که باید چی کار کنم. از اینجا بیاییم بپرین رو این، بپرین اینجا و این اولین پکیه که باید ورداریم. سعی کنید رو زمین نیفتین، زمین برق داره چون آب جمع شده، این فیوز هم افتاده داخلش، آره زمین برق داره. اینا رو جمع کنید، سوروایول پک ها رو، فیوز هم خاموش کنید که بتونید داخل آب راحت رد بشین. پنج تا داره از این دراپ هایی که اینجا هست، یکیش اونجا بود که برداشتم، یکیش هم اینجاست، یکی دیگه هم این سر فروشگاه. اینم وردارید میرسید به این دره، میرسیم به این دره که حالا نمیدونم لول پایین باشید یا بالا باشید میخواید این کار انجام بدید، ولی خب اگه لول پایین خطرناکه براتون، پس سعی کنید حتما یه اسلحه چیزی پیدا کنید اولش، اینا رو بکشید. یه اسلحه که دارم گلوله آخرش منفجر میشه، اینو یکی از مشن ها بمیده.
همه رو که کشتین بمیری بابا. نه خلاصی در رو باز کنید. در که باز کردن حواستون باشه تو این اتاقی که این پشتی یه دونه از اون بمبرا هست، اگه تو صورت رو منفجر بشه آها خودش منفجر شد اونجا. آره یه دونه دیگه از این پک ها اینجاست، یه دونه پک دیگه هم هست. ببینم چه چرا خودم خاموش شد. آها فکرم باگ بود. اینم ورداریم و میشن تموم میشه. اگه دوست داشتین در اینم باز بکنین داخل شمای سوپلایی که به در ما نمیخوره، البته چون صداهای بیشتری دارم نه به درم نمیخوره. دوباره بیایم بیرون از فروشگاه. شما میتونید تا بی نهایت این کار انجام بدین، هرچی بیشتر انجام بدین بیشتر از اون پکا بهتون میده. حالا برای اینکه ببینید آخر سر چقدر هم پک دارید بیایید توی اینویتوریتون، بیایید پایین و میرسید به این. من الان 15 تا از این دارم. شما هر بار که این میشن رو انجام بدید، البته پوستر هم میتونید انجام بدید، هر بار که این کار رو انجام بدید میتونید پک های بیشتری بگیرید. بعد که اینا رو گرفتید برگردین سمت تاور. الان فکر کنیم مثلا من الان شاید 20 بار 30 بار شاید اینو رفتم، هر 20 باری که بریم هر 100 تا بهتون میده، یعنی هر 100 تا پک چند تا لول سوروایوتون میتونه آپگرید کنید. دوباره برمیگردیم سمت تاور، اون تاوری که اونجاست. نمیدونم چرا پرد کردم این آخری رو باید بکنم گرفته بسیم. برگردیم سمت تاور. حالا من چون لول 250 هم بهم ایسپی چیزی بهم دیگه نمیده به خاطر اینکه لولم مکس هم. بیاید اینجا یه قسمتی بند خدایی هست به اسم اسمشی میدونم اسکیزمی کام فراز باشه اسمش نمیدونم. آره F که بزنید پکاتون رو میدین به این، پکاتون رو میدین به این هم بهتون یه سری آیتما رو میده. خب بس که یه خورده گیم آپدیت داده باندل هم بهمون داده. آره چیزاتونی که تحویل این بدین بهتون ایکس پی زیادی میده، ولی بستگی داره که چقدر از اون پکا جمع کرده باشین. اینجوری خیلی سریعتر این اسکیل اسمش چی بود، این اسکیل سوروایوولتون سریع مکس میشه و میرسه به 24. این به 24 که رسید کل اینا رو که باز کردید لول لژند براتون باز میشه اینجا. یعنی اول این ست ردیف بیشتر نیست ولی بعدش اینم براتون باز میشه که هر چی آپگرید بکنید، مثلا لول اول دست خالی بیشتر بهتون دمیج میده، لول این یکی بیشتر سلاحای سردتون دمیج میده، این یکی هم سلاحای سنگینتون سردشون، شاتگان و تیرکمون و پرتاب کردنی ها و قدرت عضلاتتونه، اینم که جون بهتون میده، اینم جون پر کردنتون رو درجه نایتمر میبره بالاتر، یعنی وقتی جون میزنید سریعتر جونتون پر میشه. اینم که هیلینگ افکت بستگی داره که اون جونی که استفاده میکنید چی باشه، یعنی جونتون بیشتر پر میشه، چون بعضی از جونا هستن که مثلا تا 100 یا بیشتر پر نمیشه، پس مجبوریم دو تا جون استفاده کنیم.
خب اینی یاد گرفتین، حالا قرار بهتون هیچی چی یاد بدم. سعی کنین بازم استفاده نکنید. قبل از اینکه گلیچ انجام بدید، یعنی قبل از اینکه بازی زهر ما رو خودتون کنید، بیاین سمت استشتون و یه آیتمی که خیلی ازش دارید، مثلا من اینو از یه هکر گرفتم تو مولتی پلیر، توی کوپش اینو از یه برنامه خدایی گرفتم، فلیره. ولی معمولا حالا شما اگه چیتر بهتون نخورد، مثلا یه آیتم 99 تایی دارید از این مدل، اینو بذارید داخل اینویتوریتون. من سلیکت آده میزنم، میزنمش داخل اینویتوری. اینا رو هم بفرستم داخل استشم که خیلی شلوغ نشه اینجا. تو هم برو و میمونه اینجا. خب کاری که میکنید اینه که یه دونه از اون پکا رو باید بذارید داخل اینویتوریتون باشه، توی استوریجتون ببخشید، یه دونه از این پکا رو بذارید داخل استوریجتون باشه حتما. جاشم بدونید اینجاست، یه دونه از این پکا رو بذارید اینجا باشه و موستون رو ببرید رو اون آیتمی که بیشتر از همه ازش دارین. الان من اینو دارم ولی چون زیادیه میدونم فقط من دارم، اینو کسی دیگه نداره، من از این استفاده میکنم، ولی میتونم از اینم استفاده کنم، ولی چون اینو گذاشتیم از این استفاده میکنیم. موستون رو بذاریم اینجا، یعنی این کلیک موس بذاریم اینجا، ESC بزنیم بیایم بیرون. همزمان که F رو میزنیم کلیک راست و کلیک چپ رو با هم پشت سر هم فشار بدیم که همچین اتفاقی بیفته. بعد با WSAD میبینیم که میتونم پشت زمینه رو تغییر بدم، یعنی میتونم از این لاین برم اون ور، از این لاین هم بیام این ور. میام تو لاین اینوری، میام پایین، میام پایین تا برسم به اون استشن، برسم به اون پکی که دارم توی اینویتوری. الان میام روی این پکه و الان با دی بهش مقدار میدم، بهش مقدار میدم، مثلا میگم 99 تا از این. الان من اینتر رو که بزنم، این پکه از داخل اینویتوریم از این ور میره، مثل که نرفته. فکر کنم نباید موسیقی تکون میدادم، بسیاریم ببینم. آره اتفاق نیفتاد. خب کاری که میکنیم دوباره از اول براتون توضیح میدم، اون نادیده بگیریم، اینو دوباره برمیگردیم تو اینویتوریمون، این آیتم رو، و موسمون رو میذاریم روش، میایم بیرون. همزمان کلیک چپ کلیک راست نگم میزنیم پشت سر هم تا بیایم تو منومون. موس تکون نمیدیم اصلا به هیچ عنوان و اون پک رو انتخاب میکنیم، نگه میداریم. دوستان اون دکمه سلیکت آل نزنید، یعنی اون سی رو نزنید که همه رو با هم انتخاب بده، حتما با دست این کار انجام بدید. وقتی اومده 99 اینتر کنید و الان میبینید که الان نارنجکام که همینجاست. الان بیام توی اینویتوریم پایین، میبینم که الان 99 تا از این آیتم من دارم. الان من 99 تا میتونم براش کار بکنم، 20 بار 30 بار اون فروشگاه برم که از اینا رو بهم بده، یا میتونم اینجا یوز گلیچ بزنم که این آیتم بیشتر بشه. خب برای اینکه بتونید دوباره این کار رو انجام بدین، همیشه یه دونش رو دوباره برگردین توی اینویتوریتون که یه دونش اینجا باشه. الان یعنی شد 98 اینجا اگه اشتباه نکنم، آره الان 98 دارم. این الان یه دونش گذاشتم اینجا که بتونم رو دوباره روش کپی بزنم. پس یه بار دیگه امتحان میکنم که دوباره یاد بگیریم. کلیک موس رو بزنیم رو آیتمی که بیشتر داریم، بیایم بیرون. وقتی F رو میزنیم کلیک چپ و کلیک راست پشت سر هم بزنیم با هم دیگه، و با W میگم با D و A میتونم پشت زمینه رو تغییر بدم. میام رو این، میام پایین، اون استش رو انتخاب میکنم و با D بهش مقدار میدم. دکمه C هم نمیزنم که همش خودش مستقیم انتقال بده. بعد اینتر میکنم، اینتر میکنم و الان همون جور که میبینید من 99 تا دیگه از این دارم. دوباره یکیشو برمیگردیم، دوباره میتونیم کپی بکنیم تا بی نهایت. میتونیم شما این کار رو انجام بدیم، بازی هم بندتون نمی کنه اگه دخواد، اگه نسخه اصلی بازی رو دارین، چون بالاخره مود دیگه تو ایران بچه ها کرکی میریزن و این کار رو انجام میدن. یادتون باشه که حتما یه دونش بزنید که دوباره میتونیم کپی بکنیم. این کار با هر آیتم که خواستیم میتونید انجام بدین، جز سلاحاتون. سلاحاتون هم بازم یه دونه گلیچ داره که میتونید ازش تقلید بکنید یا ازش کپی بکنید، که اونو من بلد نیستم و انشالله اگر ما رو درخواست دادین که اونم یاد میگیرم و براتون میذارم. و بله میتونید این کار با هر آیتمی که دوست دارید انجام بدید. مثلا من این آیتمی کینگ رو
زیاد تونستم ازش کپی بگیرم دیگه، خیلی چیزایی دیگه بود تونستم از روش کپی بزنم، مثل الکل و این دوایی دارویی ها و اینجور چیزا. این کار میتونه انجام بدین، حالا من چون بازم گفتم چون دیدم 250 نمیتونم بهتون نشون بدم که چقدر بهم ایکس پی میده، ولی ایکس پی زیادی بهتون میده. حالا برای اینکه ایکس پی تون زیادتر بشه، بهتون زیادتر ایکس پی بده، حتما بازیتون رو حالت نایتمر باشه، رو سختترین درجه ممکن باشه که بتونه ایکس پی بیشتری بده. اینو که تحویل بدین، حالا بالاخره بالای صفحه بهتون ایکس پی تون نشون میده که چقدر بهتون ایکس پی میده. خب این از این، این دوتا کار بهتون یاد دادم و دوست داشتم که بعد از این کار یه دونه گیم پلی هم حالا بالاخره از بازی براتون بذارم که شب چه خبر داخل بازی. بس میریم بخوابیم که شب بشه و تو شبم براتون یه گیم پلی بذارم. خب سلاح خوب میخواییم، اینو بفرستیم بره. You won't find better deals in all of Haran. Sword of Night هم ماده چلنجای بازی بود که گرفتمش، خیلی دمیج آنچنانی نمیده ولی فقط قشنگی مشنگی داره. خب هیچ گونه صدایی هم نداره. دوتا رو هم رد کنیم بره. You won't find better stuff anywhere else. اینو دارم ولی خب اینم از یه بنده خدا گرفتمش، بازم بنده خدا مادر بود، یه خورده دمیجش چیز غیر واقعی 78000 تا دمیج میده، یعنی هر کیو با این بزنی قشنگ وان هیت کیل میشه، یعنی با یه ضرب میفته. البته این سلاح‌ها داخل بخش زامبیش یا اون که زامبی پلیر بهتون میخوره، اون این دمیج‌ها عادی میشه، یعنی دمیج‌ها رنج نرمال میرسه. خب فعلا سلاحی نداریم، پس بذار همینو بردارم از حساب و بریم یه گشتی تو شب بزنیم. دوست دارم براتون سر صدا کنم. ببینم چقدر میتونم وایلد نایت میر دوون بیارم. خب یه بچه بیارم درجه یکی، چهار تا درجه چیز داره، درجه تحقیق زامبی داره تو شهر. آخه یکی گیر افتادیم والا، اینه گیر بوستم شد دو درجه. صدای خیلی خطرناکی دست منه، گفتم یه ضربه میکشه واقعا شوخی نداره. روی درجه نایتمر حواستون باشه، داخل نقشه دیگه بهتون جای چیزی رو نشون نمیده، جای زامبی ها دیگه بهتون نشون نمیده، زامبی خاص رو، پس حواستون به اونا باشه، این فیلم از بغلتون در بیاد و شما هیچ نفهمید. درجه سه چه ضعیف میشه، ما نمیدونم آپدیت بازیه یا چیز دیگه ای. کشت رو انجام بدیم. دمیج داد. اوه اوه واقعی لا فرار
فقط فرار کنیم. دهان رو سرویس دیل شرک بود؟ شرک درجه 4 استان. پس چیزا کو شد دوباره درجه اوف چه پس کنده ای زد نخورد چرا قوه چی افتضاح شده قرار نمون اینجوری بشه نهیده بودم چرا قوه باید ضعیف بشه بخون تو آقلیت کرد باید اینجوری کرده اشتباه بودم تو سیف هاوس نمیخواستم بیام اینجا اوچ دوستان شبا واقعا شب تیمارستان یعنی روزا کم تیمارستان شبا تیمارستان تر میشه تغییر کنه چرا مچلن اینا رو نایت میدن درجه 4 میخوام که اون بومبرا بیفتن دنبالمون توف نکن آقای سرویس برگشتیم هشتی هرچه خورده بود رو اون ورد بالا خدا که سری بهتون رحم نمی کنم بیاییم همجور که میرون نایتمر دیگه جونتون سریع پر نمیشه تا جون بزنی طول میکشه تا پر بشه برفا بابا تو
تو دوباره جون آیون من تغییر میخواستم آفرگیر تو رو نمیکشم تو رفیقاتم بیان این خوش لوکتر بشه خبره ساده هاشون از این بالا تایلس بدتر هم بابا خوز خونزه در صحبه خرافز نزید بود یه مشکل ماشین باشه من اینجا خور بشه شاگونه هم شارج بشه درجه چهار شده خوبه کجا بودی؟ صداشو میاد توی بومبرا میاد اون نه اصلا که لباس هزمت پوشیدن لباس زفن آوالی چی میری پوشیدن اونا دیگه تو شب میدونن ها دیگه دوستان دومای بگی رو زمین باشه نشا پشت کامیون هم دمیج میدن قرار کل شب ها براتون بودو هم دای بابا بله دوستان درجه نایتمیر یه خورده زیادی سخته کنم دو ساعت دیگه از شب مونده که سریع فکر کنم تموم بشه چند دقیقه آخرم براتون قطعام را میزنم
دوستان صدا اونم داره نفسه آخرش میکشه. شاید یه میکی بشه بشه بگیریم دوتا. به این چرا قوه که اینجوری نبود. داریم به صبح نزدیک بشیم دیگه اونا با فرار کنن. توف کردم دن سیریوس نگاش کن. تو رو کارت کردم آشقال میسته تو هم مردم. صدا اونم شکست مبارک باشه. شکستش هم بازم میکشه. خب صبح شد. دوستان فقط من ویدیو رو برای همین گذاشتم که این گلیچ و این طرز دیولاپ کردن بهتون یاد بدم. امیدوارم که لذت برده باشید و طبق معمول لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. حتما ما رو دنبال کنید چون که ویدیوهای بیشتری براتون دارم. پس تا ویدیوهای بعد فعلا بهتون.